نبض بازارهای مالی. برنامه از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان خوب و تماشایان خردمند، سلام، وقت شما خوش. امروز سه‌شنبه 25 ماه جون سال 2013 میلادی است. به برنامه نبض بازارهای مالی نگاه میکنید که هر هفته با تنپوشی خبری، توشه آموزشی و تدبیری تحلیلی تهیه و تنظیم میشه و به همین دلیل مطالب آن تماما محض اطلاع هست و برای اطلاع محض. برنامه امشب را هم مثل همیشه که روال عادی این برنامه هست با پرسه‌ای در اخبار شروع می‌کنیم. بعد از اون در بخش دوم برنامه‌مون سود و سرمایه ادامه صحبت‌های دو هفته پیش رو می‌گیریم با مطلبی تحت عنوان طلا در قعر چاه یا در اوج ماه، که به وضعیت بازار طلا می‌پردازیم. و بعد اگر فرصتی دست داد در بخش پایانی برنامه، در بخش کلام آخر، هم مختصری راجع به پورتفولیوهایی که دفتر نبض بازارهای مالی عرضی میکنه باهاتون صحبت خواهیم کرد. با این تفاصیل اجازه میخوایم بریم سراغ بخش اول برنامه امشب، پرسه‌ای در اخبار. همینطور که در جریان هستید، هفته پیش روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جلسه بانک مرکزی آمریکا و کمیته‌ای که در واقع سیاست‌های پولی رو تعیین می‌کنه برگزار شد. این جلسه روز چهارشنبه که میشد 19 جون در واقع تموم شد. بعد از اتمام جلسه آقای برنانکه که رئیس بانک مرکزی آمریکا باشه صحبت‌هایی کرد که در خلال اون صحبت‌هایی که ایشون کردن این بود که گفتن احیاناً از اواخر امسال، یعنی همین سال 2013، محتملاً از کوارتر چهارم، کوارتر آخر سال، ممکن است که بخوان سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ و پولی را که ماهانه بانک مرکزی تزریق میکنه به سیستم از طریق خرید باند و مورگیج بک سیکیوریتی، اینها را کم کنه ذره ذره تا بالاخره در آخر جون سال 2014 کلاً اینها را قطع کنن. همین که در واقع این صحبت از دهان آقای برنانکه بیرون اومد، با سرعت سرسام‌آوری بازار شروع کرد با این رفتن از یک طرف، و از طرف دیگه بهره اوراق قرضه دولتی شروع کرد به بالا رفتن. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودیم، اگر این سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ از طرف بانک مرکزی دنبال نمی‌شد و اگر اون سیاست مشوق‌های اقتصادی یا استیمولیس پکیج از طرف دولت اعلام نمی‌شد در سال 2008 و اوایل سال 2009، وضع طوری بود که در بهترین حالت میتونست خیلی خیلی بدتر هم بشه، چون خود مسئولین امر گفتند، واقعا وزیر خزانه داری وقت گفت که عملا سیستم اقتصادی دنیای غرب از هم میپاشید. ولی حداقلش این بود که داجونز میرفت با این میرسید به 3000 تا، بیکاری میرفت به حوالی 50-60%، قیمت خونه ها حداقل 70-75% می اومد پایین و گرفتاری هایی که به دنبالش میتونست درست بشه. ولی با سیاست هایی که اینها دنبال کردند، دولت و بانک مرکزی بالاخص تونستن جلو اون وضعیت رو بگیرند، وگرنه داشت بحرانی واقعا در ابعاد بحران دهه 1930 در واقع توی ایران درست میشد. و چون از همه اولم گفته بودیم که سیاست های دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد و بازار در واقع حکم تنفس مصنوعی رو داره، که اگر بخوان این
تنک اکسیژنش رو در واقع کمش کنن یا قطعش کنن، مریض که اقتصاد باشه یا دچار تنگی نفس میشه یا واقعا خفه خواهد شد. منتهای مراتب بازارهای مالی هم مثل اکثریت مردم موقعی که یه مطلبی میشنون دچار عارضه شنیدن دلبخواهی هستن، سلکتیو هیرینگ هستن، و از کل صحبتهایی که آقای برنانکه کرده بود که در واقع اصلا با صحبتهایی که قبلا کرده بود سر سوزنی تفاوت نداشت واقعا. شاید تنها تفاوتش فقط این بود که یه زمانی تعیین کرد که شاید آخر امسال و اوایل سال آینده شروع کنن این پولا رو کم کردن، وگرنه حرف دیگری نزده بود. ولی به خاطر اینکه فقط اون قسمتش رو شنید که ممکنه این کار رو بکنن، همونطور که شاهد بودید شروع کرد در واقع اوضاع خرابتر شدن. در صورتی که خود آقای برنانکه تو همون صحبتهایی که اونجا کرد رسما متذکر شد که اگر کسی بخواد از صحبتهای امروز من این استنباط رو بکنه که ما حتما این سیاست رو قطع میکنیم و کمش میکنیم، استنباط غلطی کرده. قبلا هم در واقع آقای برنانکه برای اینکه بخوان همچین سیاستی رو دنبال کنن، یعنی تزریق پول رو کاهش بدن، حداقل دو تا شرط گذاشته بود. یکی این بود که تورم ماهوی کور اینفلیشن به 2.5% برسه، یکی این که بیکاری از 6.5% بیاد پایین تر. و دیدیم که و گفته بود حتی اگه وضع خرابتر بشه ما به مقدار پولی هم که به سیستم تزریق میکنیم نه تنها کمش نمیکنیم بلکه اضافه هم خواهیم کرد. منتهای مراتب بازار این وسط یه ترس دیگه هم پیدا کرد که بعضن میتونه این ترس به جا باشه. اون ترس هم این بود که متوحش شد که مبادا بانک مرکزی اصلا کنترلش رو روی بازار از دست داده، برای اینکه بانک مرکزی به دنبال تورم، به دنبال اینفلیشن میگرده، ولی الان سر و کله دیفلیشن داره تو اقتصاد پیدا میشه. از اون طرف بانک مرکزی به دنبال این بود که بهره و اینترست ریت رو پایین نگه داره، ولی در چند هفته اخیر میبینیم که برعکس، نه تنها بهره پایین نیومده بلکه شروع کرد به بالا رفتن. تقریبا تا اونجایی که به مسئله تورم مربوط میشه، بر اساس آمار رسمی که خود دولت منتشر کرده در ماه می تورم در بخش کالاهای مصرفی فقط 0.1% بالا رفته و در طی یک سال از ماه می امسال تا ماه می پارسال فقط 1.4% کاهش پیدا کرده. حتی تو بخش خصوصی هم که این مسائل رو جدی‌تر بررسی می‌کنند، حدود 2 سال پیش صحبت از این می‌کردند که تورم در حوالی 11% هست، الان صحبت از این می‌کنند که به کمتر از 9% رسیده. و با کاهشی که با افزایشی که توی اینترست ریت بهره پیدا شده، چون همین 6-7 هفته پیش بود که اول جون بهره تقریبا 1.6% بود، الان رسیده به 2.58%. دیروز البته تا 2.66% هم رفت بالا، ولی معلوم شد که وسط روز بانک مرکزی اومد وسط، شروع کرد باند خریدن و بهره ها رو پایین آوردن. ولی از همون تا 2.58% هم که در نظر بگیریم، میبینیم که در یه فاصله کوتاهی اینترست ریت 50% بیشتر افزایش پیدا کرده که خودش میتونه، حالا در برنامه های دیگه بهش خواهیم پرداخت که چه عوارض منفی میتونه برای اقتصاد داشته باشه. البته یه نکته هست و اونم این است که ممکنه، احتمال داره که فدرال ریزرو اشتباه بکنه تو کار خودش، به معنا که فکر کنه اوضاع روی دور افتاده و تصمیم بگیره تزریق پول به سیستم رو یا کمش کنه یا قطعش کنه. دقیقا همون اشتباهی که در دهه 1930 هم کردن، برای مدتی فکر کرده بودن اوضاع راه افتاده، وضع داره خوب میشه، سیاست‌های مشوق‌های اقتصادی و کارهای دیگه که بانک مرکزی می‌کرد و کمش کردن و قطع کردن. یه بارگی یک وضعیت بسیار وخیمتری از گذشته مجدداً تو اقتصاد پیدا شد و مجبور شدن که برگردن اون سیاست رو ترمیم کنن. الان هم اگر بخوان همچین کاری بکنن، مطمئن باشید که با بحران‌های بزرگتری مواجه میشن و بعداً مجبور میشن که دیگه به جای ماهی 85 میلیارد دلار یه دفعه برن سراغ ماهی 2300 میلیارد دلار پول توی سیستم تزریق کردن. ژاپن هم مثلا نگاه کنید، همین اشتباهات رو چندین بار کرده. از دهه 1990 تا به الان چندین بار این سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ رو پیشه کرده، به مجرد اینکه احساس کرده اوضاع داره خوب میشه، قبل از اینکه مطمئن بشه قطعش کرده، بعد مجدداً مجبور شده به همین سیاست برگرده و این داستان را ادامه بده. بنابراین اینکه چرا آقای برنانکه اومد همچین صحبتی کرد و همچین تاریخی تعیین کرد،
تنها دلیل شاید به نظر من میتونه این باشه که ایشون خواستن یه سرنخی به دست بیارن که اگر یه وقت روزی روزگاری بخوان این سیاست رو قطع یا کم بکنن، پولایی که به سیستم تزریق میشه چه اتفاقی ممکنه تو بازار بیفته، در واقع سر و گوشی آب داد ببینه اوضاع چه خواهد شد. داستان فقط همین بود در واقع و نه بیشتر. در مورد اینم که میگن فدرال رزرو کنترلش رو روی بازار از دست داده، ظاهر امر اینطوره، درسته، ولی در واقعیت به نظر من اینطور نیست. دلیلش هم اینه که سیاست هایی که بانک مرکزی دنبال میکنه تا یه حدی برایی داره، لازم هست که دولت هم با سیاست های خودش وارد صحنه بشه و کمک کنه، ولی میبینیم که دولت برعکس داره سیاست هایی را اتخاذ میکنه، مخصوصا از شروع سال جدید که عملا نوعی ریاضت اقتصادی، نوعی آستریتی میجرز هست. از یه طرف اومدن مالیات افرادی رو که حقوق و درآمد دارن این شکلی 50% بردن بالا، اینکامشون رو مالیاتی که ازشون گرفتن. از طرف دیگه هم چیزی که خیلی لازمه تو این شرایط، اونم سرمایه گذاری های دولتی است، چون بخش خصوصی فعلا سرمایه گذاری نمیکنه. دولت بیاد این کارو بکنه و پول خرج کنه، اومدن اون هزینه های دولتی رو کم کردن و قطع کردن که عملا مثل این میمونه که فرض کنید یه استخر یه حوضی رو در نظر بگیرید، از این طرف آقای برنانکه داره پول میریزه توش که اوضاع آب میریزه، که پول باشه میریزه توش که اوضاع راه بیفته، از اون طرف دولت و کنگره در واقع آبا رو خالی میکنن و به نتیجه به همین مشکل برخورد میکنن. ولی به خاطر این استنباط غلطی که بازار کرده بود، دیروز حالا 3 نفر از مقامات بانک مرکزی، یکی رئیس بانک مرکزی شعبه دالاس، یکی رئیس بانک مرکزی شعبه مینوسوتا، یکم رئیس بانک مرکزی چین، مجبور شدن بیان وسط و دوباره به بازار اطمینان بدن که فعلا به کمک اقتصاد میان و دولت هر کاری باشه میکنه و همین دلگرمی باعث شد که امروز بعد از چندین روز که بازار پشت سر هم به مقدار زیادی پایین رفته بود بره بالا و هر 3 تا شاخص بازار سهام افزایش پیدا کنه. از میان خبرهای دیگه که نشون میده اوضاع تعریفی نداره و به همین دلیل هم بانک مرکزی فعلا نمیتونه سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ خودش رو قطع بکنه، یه این که شرکت IBM اعلام کرد که قصد داره بین 6,000 تا 8,000 نفر از کارمندان خودش رو در سر تا سر دنیا بیکار کنه. کمپانی کترپیلار، کترپیلار اهمیتش اینه که نشون میده اوضاع احوال صنعتی چیه و تحولات صنعتی مثبت یا داره افت پیدا میکنه. کترپیلار اعلام کرد که کارمندان خودش در ویسکانسین و 50%ش رو میخواد بیکار بکنه. چرا؟ چون تقاضا برای محصولات صنعتیش و ابزارهایی که میسازه کم شده. از اون طرف کمپانی کرایسلر اعلام کرد که از آخر امسال حقوق بازنشستگی یا پنشن پلن کارمندان خودش را 8,000 نفرشون رو فریز خواهد کرد حقوقاشون را. توی دیترویت هم باز گرفتاری پیدا شده، به این مفهوم که باندهایی که دیترویت فروخته الان نمیتونه پولش رو بده و از کسانی که این باندها رو خریدن میخواد چند سنت جای 1 دلار قبول کنن. مثلا اگه قراره بهشون 1 دلار بده، حتی باند 1 دلاری که نیست، فرض کنیم 1,000 دلار کسی باند خریده، به جای 1,000 دلار 200 دلار در واقع بهش بده. توی اروپا هم که شاهد هستید اوضاع چقدر خراب هست و از جمله در هفته‌ای که گذشت انجمن صنایع اتومبیل سازی توی اروپا اعلام کرد که فروش اتومبیل در اروپا در ماه می امسال 2013 نسبت به ماه می سال گذشته 5.9% اومده پایین. بدترین ماه بوده توی اروپا بابت فروش اتومبیل از سال 1993 تا به الان. در میان این خبرها یه خبر نسبتا خوب راجع به ایران هست و اونم این که در هفته‌ای که گذشت دیوان عالی در انگلستان تحریم کردن بانک ملت ایران را غیر قانونی اعلام کرد. از سال 2009 بود که انگلستانی بانک را تحریم کرده بود. اتحادیه اروپا هم در ژانویه در واقع دادگاه عالی اتحادیه اروپا هم این تحریم را غیر قانونی اعلام کرد. اونا هم از سال 2010 در واقع این تحریم رو بانک ملت داشتن. به هر حال جوانهای این شکلی داره، جوانهای امیدی در واقع در اینکه اوضاع احوال ایران یه خورده سر و سامان و بهبودی پیدا کنه داره پیدا میشه. دوستانی که برنامه‌های ما رو در سال‌های گذشته دنبال کردن، مخصوصا در 1-2 سال اخیر، همیشه خدمت دوستان عرض کردیم، چون همه ترسیده بودن از وضعیتی که تو ایران پیش اومده بود و می‌خواستن هر چه سریع‌تر تا دلار گرون‌تر نشده، می‌ترسیدن از اینکه دلار خیلی از اینا گرون‌تر بشه.
پولی که تو ایران دارن یا چیزایی که دارن بفروشن از ایران پول خارج کنن، به همشون این یادآوری رو میکردیم که صبر کنید تا انتخابات تو ایران صورت بگیره، چون بحران ایران بحران سیاسی، نه اینکه بحران اقتصادی نداره، نه اینکه مشکل اقتصادی نداره، ایران داره، خیلی بدش هم داره، منتها اون بحران نوع بحرانهایی است که الان تو همه کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی و خاورمیانه و نمیدونم آمریکای لاتین داریم میبینیم و نمونه هاش هم میبینید با تظاهراتی که مردم توی ترکیه، توی برزیل و کشورهای اروپایی دارن در اعتراض به شرایط خودشون میکنن. عمده ترین گرفتاری ایران در واقع همین بحران سیاسی هست و مشکلاتی که دنیای غرب بهتره بگیم با ایران داره. و همون وقت گفتیم اگر شرایط طوری بشه که روزنه امیدی پیدا بشه که کار نخواد به درگیری و تحریم‌های بیشتر کشیده بشه، مطمئن باشید که قیمت دلار در ایران به سرعت میاد پایین. در همین چند هفته گذشته دلار تو ایران نزدیک به 30% قیمتش اومده پایین. و اگر این تازه هنوز تحریم ها رفع نشده و مشکلات سر جای خودش هست، فقط چون روزنه امیدی پیدا شده که شاید یه توافقی پیدا بشه بین ایران و غرب، در همین حد باعث شده که دلار 30% بیاد پایین. اگر روزی روزگاری شرایط طوری بشه، چون دنیای سیاست رو سیاست هم به هیچ وجه نمیشه حساب کرد، از قدیم گفتن سیاست پدر و مادر نداره، واقعا هم اینطوریه و شما میبینید مثلا من باب نمونه که چطوری ورق در فاصله کوتاهی میتونه برگرده. قذافی موقع زنده بود، سارکوزی میخواست بره مبارزات انتخاباتی بکنه، مثل اینکه صحبت از این بود 300 میلیون یورو بهش کمک کرده بود که تو مبارزات انتخاباتیش برنده شد سارکوزی اون سال. بعد که اومد سر کار جز کشورهای بود که صف اول ایستاده بود برای بمباران و قتل عام مردم لیبی، همینجور کشورهای دیگه. بنابراین در این حدی هم که الان اوضاع احوال داره تو ایران پیش میره، هیچ به این مفهوم نیست که حتما اوضاع بهتر خواهد شد یا تحریم ها برطرف میشه، میتونه یه دفعه اوضاع بچرخه، یه دفعه حتی از گذشته هم بدتر بشه. ولی اگر شانس بیاریم و این تحریم ها رفته رفته کم بشه یا بوی این بیاد که تحریم ها برداشته میشه، دلار به شدت در سالهای آینده در ایران پایین تر خواهد رفت و چه بسا به همون دلار 1200 تومان هم برسه. اینم از اوضاع احوال اخبار هفته گذشته. مثل همیشه در این قسمت از برنامه یادآوری میکنیم که برنامه های تلویزیونی نبض بازارهای مالی از همین کانال هر سه شنبه ساعت 8:15 شب 8:15 دقیقه به وقت لس آنجلس به طور زنده پخش میشه. بعد روزهای یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر هم همین برنامه از همین کانال تکرارش میکنن. از طرف دیگه برای اینکه دوستان زیادی در کشورهای آمریکای لاتین هستن، تو آسیان، تو خاورمیانه هستن که این ساتلایت اون طرفا نمیره، برای اینکه این برنامه رو اون دوستان بتونن ببینن، ما از چند جای دیگه هم این برنامه رو به اصطلاح میذاریم جاهای دیگه که اونجا هم بشه دیدیشون. از جمله اگر به سایت و فیسبوک ایرانیان فاینانشال تایمز که آدرسشون هست iranianft.com سر بزنید، هم توی سایتشون و هم توی فیسبوکشون این برنامه ها رو میتونید اونجا ببینید. روی شبکه یوتیوب هم قادر به دیدار این برنامه ها خواهید بود از طریق کانال ایرانیان فاینانشال تایمز و همینطور شبکه تلویزیونی جی ال ویز. دوستان گردانندگان همین ایرانیان فاینانشال تایمز یه برنامه تلویزیونی دارن با مدیریت خانم آزیتا شیرازی که در کانال جی ال ویز، شبکه جی ال ویز کانال 175 برنامه‌شون پخش میشه و برنامه‌های تلویزیونی ما را هم از طریق کانال جی ال ویز شماره 175 به طور ثابت پنج شنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه، تکرار میشه. و چون میدونیم در کشورها و زمینه‌های مختلف آسیا، آمریکا لاتین، خاورمیانه ساعتاشون با اینجا خیلی فرق میکنه، غیر از این که روی این کانال پنجشنبه ها ساعت 6:30 به طور ثابت پخش میشه، در طی هفته هم در ساعات متفاوتی چندین بار این برنامه روی همین کانال 175 جی ال ویز تکرار میشه تا دوستان که خواستار دیدار این برنامه هستن در هر کجای دنیا هستن بالاخره بتونن ساعت مناسبی را برای تماشای این برنامه پیدا بکنن. اخبارمون تموم شد، میریم سراغ بخش دوم به برنامه امشب.
در بخش دوم برنامه امشب هستیم، بخش سود و سرمایه با مطلب دنباله‌داری به اسم طلا در قعر چاه یا در اوج ماه. به خاطر تحولاتی که در بازار فلزات قیمتی به ویژه طلا و نقره پیدا شده از دو هفته پیش، در واقع از دور جدید این برنامه‌ها که شروع کردیم، یک بار دیگه شروع کردیم راجع به این بازار صحبت کردن. دلیلی هم که این کارو کردیم و می‌کنیم این است که در حال حاضر دو تا دیدگاه یا دو تا نظر راجع به بازار فلزات قیمتی وجود داره. از یک طرف کسانی هستن که مدعی هستن دیگه دوران خوب و خوش طلا تموم شده، از اینجا به بعد قیمت طلا میره پایین و حتی بعضی ها پیش بینی کردن در همین زمینه که قیمت طلا ممکنه تا اونس 600 دلار بره پایین. در نقطه مقابلش ما هستیم که معتقدیم این فقط یک کرکشنی بوده که در طی 10-12 سال گذشته بارها و بارها راجع بهش صحبت کردیم، انتظارش هم داشتیم، منتهای مراتب از نظر زمانی که اتفاق میفته نمیتونستیم بگیم که چقدر طول میکشه، نمیتونستیم بگیم، هنوزم نمیتونیم بگیم و قیمتها تا چه حد تنزل میکنه هم قادر به ارزیابی و پیش بینیش نبودیم. ولی چیزی که قادر به ارزیابیش بودیم این بود که هر بازار خوب و داغی، هر بول مارکتی حتما سر راه یک کرکشن، یک خونه تکونی خیلی خیلی شدید داره و کماکان و هنوز روی حرف خودمون هستیم که موقعی که این کرکشن یا این خونه تکونی تموم بشه، همونطور که عرض کردم هیچ نمیدونیم چقدر دیگه کش پیدا میکنه، چقدر دیگه ممکنه قیمت پایین بره یا نره، اینها رو نمیدونیم، ولی میدونیم که این کرکشن روزی تموم خواهد شد. حالا اون روز ممکنه 3 ماه دیگه باشه، ممکنه 6 ماه دیگه، نمیدونم، از الان نمیتونیم بگیم. نزدیک که شدیم، موقع احساس کردیم، حتما شما رو در جریان میذاریم. بعد مجددا سیر افزایش قیمت طلا شروع میشه و نقره، و در دور جدید طلا حداقل به اونس 3000 دلار و نقره حداقل به اونس 100 دلار خواهد رسید. مسلم است که این وسط نمیتونیم هر دوی ما درست بگیم، یعنی یا باید نظر کسانی درست باشه که معتقدن طلا قیمتش همین جوری یک نفس میره پایین تا به 600 دلار 500 دلار برسه، یا نظر ما که معتقدیم کارشن که تموم شد قیمت ها مجددا شروع میکنه سرسام‌آور بالا رفتن. رو همین اساس هم بود که از همون هفته اول خدمت دوستان عزیز عرض کردیم سعی کنید که برید فقط حرفای ما رو گوش نکنید و فقط تکه به صحبت‌های ما نکنید، برید نظریات کسانی رو هم، البته موقعی که میگم نظریات کسانی همونجا هم گفتم منظورمون اره و اورو و شمسی کوره نیست، منظورمون کسانی است که واقعا صاحب نظر هستن در این زمینه، مثل آقای دکتر روبینی مثلا، ایشون یکی از کسانی هستند که معتقدن طلا فقط میره پایین. نظرات هر دو طرف رو به دقت بخونید، گوش کنید و بعد سعی کنید در خلال این تحقیقات و بررسی هایی که می کنید یا با دیدگاه ما یا با دیدگاه طرف مقابل هم نظر بشید، موافق نشید، هم نظر بشید. در جلسه اولم تفاوت هم نظر و موافق رو خدمتون عرض کردیم و بعد بر اساس اون تصمیم بگیرید. اگه واقعا معتقد شدید و به این نظر رسیدید که قرار قیمت طلا بره پایین تا 5600 دلار، تا دیر نشده اگر طلا یا نقره دارید زودتر بفروشید. بعضیا میگن من مثلا تو اونس 1700 دلار 1600 دلار خریدم، اگه الان بفروشم خب ضرر میکنم، ولی اگر شما قبول کنید و این نظر به شما غالب بشه که طلا قرار بره تا 600 دلار، خب اگه صبر کنید که بیشتر ضرر میکنید، بهتر زودتر جلو ضررتون رو بگیرید. اگر حرف ما مورد قبولتون افتاد و نظر ما رو قبول کردید، این کاهش قیمت ها رو به فال نیک بگیرید، از این پایین اومدن قیمت حد اکثر استفاده رو بکنید تا میتونید و توانش رو دارید در بازار فلزات قیمتی طلا و نقره سرمایه گذاری کنید و مطمئن باشید که در سالهای آینده به سودهای بسیار بسیار درخشانی خواهید رسید. به هر حال بررسی و تحقیق و تصمیم گیری با شماست، توضیحات از جانب ما صورت خواهد گرفت. ما از سال 2001 زمانی که یادتونه طلا بود اونس 250 دلار و هیچ کس باور نمیکرد که این قیمت ها بره بالا، این ارزیابی ما از همون سال بود که گفتیم طلا بالا میره به 3000 دلار میرسه، نقره هم میره بالا به 100 دلار میرسه. نکته اصلی که ما روش تکیه کرده بودیم این بود که به خاطر حجم عظیم بدهی هایی که در سیستم اقتصادی وجود داره در همه جا، و چون ما تو آمریکا زندگی میکنیم بیشتر تکمون سر وضعیتی توی آمریکا بود، ولی این وضعیت شامل حال همه کشورهای دیگر دنیا هم کم و بیش میشه، مخصوصا کشورهای پیشرفته صنعتی، گفتیم که به اصطلاح این بدهی هایی که وجود داره اختلال ایجاد میکنه در سیستم پولی. منظورمون چیه؟ منظورم این است که بدهی موقعی وجود داره شما دو سه کار بیشتر نمیتونید باش بکنید، یا باید دیفالت کنید
یعنی بزنید زیرش بگید نمیتونم بدم، که هیچ کشوری روی پول خودش رو اسکناس خودش دیفالت نمیکنه. اگر میشنوید فلان کشور در فلان سال دیفالت کرد، روسیه مثلا 98 یا همچین وضعیتی پیش اومد، آرژانتین چند بار پیش اومده، برای اینکه بدهی هایی که دارن به پولی، به اسکناسی در واقع بهتره بگم اسکناس غیر از خودشونه، ولی اگر اسکناس کشور خودش باشه هیچ وقت هیچ کسی دیفالت نمی کنه، چون راحت میتونه دکمه رو بزنه هر چقدر دلش میخواد پول چاپ کنه و بده دست مردم، اسکناس چاپ کنه بده دست مردم. بنابراین مسئله دیفالت منتفی بود. دومین مسئله که میتونست اتفاق بیفته جنگ تجاری بود یا ترید وار بود. منظور از ترید وار یا جنگ تجاری این که کشورها بیان روی واردات کشورهای دیگه تعرفه های سنگین ببندن که ورود کالاهای اونجاها را سخت و مشکل و بعضی وقتا غیر ممکن بکنن. این وضعیتی بود یا سیاستی بود که در دهه 1930 تو بحران بزرگ اون سالها اتخاذ شد و عملا جنگ تجاری به جنگ واقعی کشید که در امتداد خودش به جنگ دوم جهانی کشیده شد. و به خاطر این زرادخانه بزرگ سلاح‌های اتمی در سرتاسر دنیا بعید هست، هیچ چیزی تو دنیا غیر ممکن نیست، ولی بعید هست چون به نابودی تمام کره زمین کشیده میشه، بعید هست که سراغ جنگ تجاری و به دنبالش بخوان به اصطلاح جنگ واقعی راه بندازن. سومین راهی که این وسط میتونست وجود داشته باشه و ما رو اون تکیه کردیم و گفتیم همین هم باعث میشه در مانیتری سیستم دنیا، در سیستم پولی دنیا اختلال ایجاد بشه، اینه که کشورهای مختلف برای اینکه از زیر بار بدهی در برن و بتونن این بدهی‌های سنگین رو پرداخت کنن، یک راه بیشتر براشون وجود نداره. اون راه هم این است که قدرت خرید پول خودشون رو هی بیارن پایین‌تر و پایین‌تر و پایین‌تر، یا در واقع پول خودشون رو هر چی میتونن بی‌ارزش‌تر بکنن و در نتیجه یک جنگ ارزی، کرنسی وار بین کشورها اتفاق میفته. بعد چرا یه همچین وضعیتی میتونه سیستم پولی دنیا رو مختل بکنه؟ برای اینه که فرض میکنیم شما توی ژاپن نشستید، میخواد یه سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری، 500 میلیون دلاری، 1 میلیارد دلاری فرضاً بیاید توی آمریکا بکنه. خیلی خوب، حالا اگر بر فرض یه دفعه دلار آمریکا نسبت به ین ژاپن 10% گرون بشه، خب 100 میلیون دلار که شما میخواید سرمایه گذاری بکنید یهو 10 میلیون دلار به هزینه هاتون اضافه میشه. اون یکی که تو آمریکا نشسته میخواد 500 میلیارد دلار فلانجا سرمایه گذاری کنه یا خرج کنه، اگه پول اون کشور نسبت به دلار گرونتر بشه، یه همچین مخارج سنگینی هم رو دوش کسانی که تو آمریکا تو فکر سرمایه گذاری هستن میفته. بنابراین وضع تو این بالا و پایین شدن و بی ارزش شدن پول به جایی میرسه که هیچ کس نمیتونه تصمیم درست حسابی بگیره، چون هر تصمیمی بگیره توی نوسانات قیمت اسکناس و ارز محاسبات و معادلاتش رو به هم میریزه و موقعی که در واقع یه همچین وضعیتی تو سیستم پولی پیدا شد، البته بحران در سیستم پولی فقط در پولهای کاغذی، تو اسکناس، تو کرنسی اتفاق میفته، در پول واقعی که طلا باشه و بعدش هم نقره هیچ وقت هیچ بحران ایجاد نمیشه، چون اونجا همونطور که بارها عرض کردیم با جنسی واقعی، تنجبل، ملموس سر و کار داریم، با چیز ساختگی و مندرآوردی که اسمشو گذاشتن اسکناس و میتونن عدداش هر تو دلشون بخواد روش تغییر بدن مواجه نیستیم. در واقع موقعی که یه همچین وضعیتی پیدا بشه، مردم اعتمادشون از اسکناس و پول کشور خودشون در واقع سلب میشه، میرن کارهای دیگه میکنن تا پول اومد دستشون. مثل ایران، وضعیتی که تو ایران پیش اومد که دلار 300% نسبت به پول ایران افزایش پیدا کرد تو یک سال نیم دو سال گذشته، و خب هی داره قیمت و قدرت خرید پول ایران میاد پایین میاد پایین. برای همین هم مردم چیکار میکنن؟ رفتن تو ملک و املاک سرمایه گذاری کردن، رفتن طلا خریدن، رفتن دلار خریدن، ارزهای خارجی خریدن. یه همچین وضعیتی هم در واقع توی آمریکا میتونه به وجود بیاد و به وجود خواهد اومد. و برای اینکه جلو همچین وضعیتی را بگیرن، برای اینکه کار بود، چون دیگه فرق نمیکنه کجا باشید، انگلیس باشید، آمریکا باشید، برزیل باشید، هر وقت ببینید که اسکناس کشورتون داره ارزش خودش رو از دست میده و اجناس در مقابلش گرونتر میشن و شما چیزی رو که امروز خریدید فردا بخواید بخرید، پول بیشتری باید بدید، اسکناس بیشتری باید خرج کنید، دیگه مردم اسکناس نگه نمیدارن، شروع میکنن در واقع کالاهای ملموس، تنجبل اسست، دارایی‌های ملموس می‌خرن، میرن زمین می‌خرن، میرن خونه می‌خرن، طلا می‌خرن، نمی‌دونم استاک می‌خرن، کار این شکلی می‌کنن. و بعد در شرایط بدهی‌های خیلی زیاد
که گفتم همه کشورها دارن، حالا اینجا ما صحبتمون سر آمریکا هست، تو این بدهی‌های خیلی زیاد خب مجبور است که باند بفروشه، مجبور پول قرض کنه، ولی اگر مردم اعتمادشون از این اسکناس که دلار باشه سلب بشه و همون وضعیتی که تو ایران راجع به مثلا تومان یا ریال پیدا شد، اینجا بخواد راجع به دلار ایجاد بشه، دولت دیگه نمیتونه پولم قرض کنه، کسی دیگه حاضر نیست بهش پول قرض بده، مگر اینکه بخواد یه بهره نمیدونم 50-60% بده، که اگر بخواد همچین بهره ای هم بده اون وقت نمیکشن و به خاطر بدهی هایی که دارن هر چی پول در میارن در واقع باید پول بهره بدهی هاشونو بدن. رو همین اساس وضعیت، چون قبلا هم دیده بودن دیگه از سال 2001 به این طرف که هی دلار قدرت خرید خودش رو از دست میداد، همین باعث شد که مردم این اسکناس رو ول کنن برن سراغ پول واقعی، و همین حرکت به طرف پول واقعی بود که دیدیم طلا رو از اونس 250 دلار برد تا اونس 1950 دلار توی سپتامبر سال 2011، نقره هم از اونس 23 دلار برد بالا تا نزدیکی های 50 دلار توی آوریل سال 2011. بنابراین گفتم که تمام کشورهای بزرگ صنعتی مخصوصا به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان دست روی دست بذارن و کاری نکنن دیگه دیر یا زود میرسن به جایی که نه کسی پوند قبول میکنه، نه ین قبول میکنه، نه دلار قبول میکنه، نه یورو قبول میکنه، و همه میرن به طرف پول واقعی که طلا و نقره باشه. بنابراین برای اینکه این وضعیت پیش نیاد تصمیم گرفتن که دست به اقداماتی بزنن و سیاستهایی رو دنبال کنن که مردم رو حسابی از این بازار بترسونن، وحشت کنن که حالا کسی جرأت نکنه سراغ طلا و نقره بیاد. برای انجام این کار هم خب گفتیم که هر بول مارکتی به هر حال یه کرکشنی، یه خونه تکونی سر راه داره، منتها همیشه این اتفاقات طبیعی هم یه چیزکی میخواد که در واقع بهش اشاره کنه و داستان رو راه بندازه. حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد که از ماه آوریل، از 12 آوریل به این طرف قیمت طلا شروع کرد پایین رفتن. اتفاقی که افتاد این بود که دولت‌ها که میدونید مخصوصا در آمریکا، کشورهای دیگه هم کم و بیش همینطوره، آمریکا از همه جا بیشتر، تمام هم و غم و تمام سیاست‌هایی که داره دنبال می‌کنه و کرده و خواهد کرد این است که به بانک‌ها کمک کنه. هر چی پول جور می‌کنه و انواع مختلف اینا رو سرازیر می‌کنه به جیب بانک‌ها. بنابراین برای اینکه تو این سیاستش موفق بشه این بار به سراغ بانک‌ها رفت و از بانک‌ها کمک گرفت و از اونجا بود که این سیاست شروع شد یکی بعد از دیگری. اول از همه در ماه آوریل بود که بانک اینوستمنت معروف گلدمن ساکس، که بهش میگن گاورمنت ساکس در واقع، برای اینکه تمام وزرای خزانه داری آمریکا همشون قبلا توی گلدمن ساکس کار میکردن، یا کسانی که تو دولت و وزارت خزانه داری و بانک مرکزی کار میکنن اونجا که کارشون تموم شد میرن برای گلدمن ساکس کار میکنن، به همین دلیل بهش میگن گاورمنت ساکس. به خاطر نزدیکی که با دولت داره در ماه آوریل اعلام کرد که قصد داره طلا رو شورت بکنه. شورت کردن چی هست قبلا صحبت کردیم، ولی به طور خیلی خلاصه یه زمانی یه چیزی رو شورت میکنن، حالا چه کرنسی باشه، چه کامودیتی باشه، چه استاک باشه، هر چی باشه، که فکر کنن قیمتش میخواد بره پایین یا قراره بره پایین. بنابراین گلدمن ساکس همچین نظری داد، خب خیلی‌ها رو ترسون که پس طلا قراره بره پایین و پایین خواهد رفت. بعد از اون نوبت رسید به بانک بسیار بسیار معروف سوسیته جنرال توی فرانسه، که یکی از معروف‌ترین و بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری هست توی دنیا، که یهو در واقع غول بانکی اروپاست. این بانک هم اومد تو همون ماه آوریل اعلام کرد که دوران خوش طلا تموم شده و از اینجا به بعد قیمت طلا ضربه می‌خوره و به شدت پایین خواهد رفت. حالا جالبیش اینه، تو پرانتز اینو بهتون بگم که سوسیته جنرال یک اقتصاددان خیلی خیلی معروف داره، در واقع چیف اکونومیست سوسیته جنرال هست به نام ادوارد آلبرت. برای کلاینت های خصوصی سوسیته جنرال این اومد بیرون و چاپ شد، پیش بینی کرده ایشون که قیمت طلا در سالهای آینده به اونس 10,000 دلار خواهد رسید. من البته شخصا با نظر ایشون مخالفم، فکر نمی کنم به 10,000 دلار برسه، ولی میدونم که حسابی میره بالا، ولی منظورم این که کسی که میاد به کلاینت های خصوصی، بانکی که میاد به کلاینت های خصوصی خودش که میلیاردرهای معروف هستن بهشون میگه طلا به اونس 10,000 دلار میرسه، برای اینکه مردم رو بترسونن و زمینه رو برای دولت مهیا بکنن اومد اعلام کرد که قیمت طلا میره پایین و دوران خوش طلا تموم شده.
سومین مسئله‌ای که اتفاق افتاد و خیلی مهم بود، اتفاقی بود که سر یونان پیش اومد. اگه خاطرتون باشه وسط هیروویر اومدن دولت یونان را مجبور کردن برای اینکه بدهی‌هایی که داره را پرداخت کنه. قرار شد که یونان معادل 400 میلیون یورو که تقریبا با قیمت اون روز حوالی 520 میلیون دلار در واقع میشد به دلاری، طلاهای خودش رو بفروشه. فروش یونان اون طلایی که این مقدار یونان میخواست بیاره تو بازار بفروشه، از نظر حجم مبادلات طلا که توی بازار روزانه صورت میگیره خیلی خیلی ناچیزه. یعنی تقریبا 2% مبادلات که در بازار طلا صورت میگیره، مقداری که یونان فروخت فقط معادل 2% این مبادلات بود. منتهای مراتب وضعیت یونان بقیه کشورهای اروپایی رو یعنی مردمی که تو بقیه کشورهای اروپایی هستند دچار وحشت شدن و گفتم اومدیم فردا یه دفعه پرتغال را هم مجبور کردن که طلاشو بفروشه، ایتالیا را مجبور کردن برای اینکه پولی بدهیشو بده بخواد طلاشو بفروشه، اون وحشی میشه. مخصوصا گفتم یونان حالا طلای آنچنانی نداره، یونان کلا ذخایر طلایی که داشت 13.9 تن بیشتر طلا نبود. منتها پرتغال 382.5 تن ذخیره طلا داره، ایتالیا که خیلی خیلی زیاد 2451 تن ذخیره طلا داره. بنابراین مردم کشورهای اروپایی مخصوصا کشورهای حوزه پولی یورو وحشت کردند که خب اگه داستان از این قرار باشه که یونان مجبور میکنن طلاشو بفروشه، اگه فردا پرتغال هم بخواد این همه طلا بیاره تو بازار بفروشه، ایتالیا هم بخواد بفروشه، اسپانیا هم بخواد بفروشه، معلوم است که چه وضعیتی پیش خواهد اومد. طلا قیمتش میره پایین. اینم ترس و وحشت انداخت توی مردم و مردم شروع کردن از ترس شرایطی که ممکن بود پیش بیاد طلاهای خودشونو بفروشن و همینم باعث شد که عامل دیگری شد که قیمت طلا توی بازار شروع کنه پایین رفتن. مسئله بعدی که تو این تحولات تأثیر داشت وضعیتی بود که توی ژاپن پیش اومد. توی ژاپن میدونید که اواسط دسامبر 2012 انتخابات شد. نخست وزیر ژاپن هم قبل از اینکه سر کار بیاد گفته بود که یک سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ را با شدت زیاد دنبال خواهد کرد. مفهوم سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ هم این است که پول چاپ میکنن، هر جا پول زیادی چاپ کنی ارزش پولتون میاد پایین. این اتفاق بود که تو ژاپن افتاد، یعنی مردم از دسامبر به این طرف شاهد بودند که قیمت ین هر روز داره میره پایین تر، یا ارزش ین، قدرت خرید ین هر روز داره کاهش پیدا میکنه. بعد جنس هایی که این هفته میخریدن اگه هفته بعد ژاپنی ها میخواستن بخرن مجبور بودن پول بیشتری بدن، نداشتن پول کم داشتن به خاطر گرونی که پیدا شده بود، اونها مجبور شدن برای اینکه پول و پله جور کنن بتونن اجناس رو گرونتر بخرن، طلاهایی رو که ذخیره کرده بودن رفته رفته مردم تو ژاپن شروع کردن به فروختن. همین فروش ژاپنی ها هم عامل دیگری شد که باعث شد قیمت طلا شروع کنه پایین رفتن. یه مورد دیگه هم بود، اونم مسئله کره بود که خاطرتون باشه بعد از اون آزمایش موشکی که کره شمالی کرد صحبت از این بود که ممکنه بین کره شمالی و کره جنوبی جنگ بشه و اون وقت مردم ترسیدن اگر جنگ بشه، جنگ وحشتناک هم میتونست بشه، خیلی ها مجبور بودن شهر حتی کشور خودشون رو ول کنن فرار کنن و اگه میخواستن فرار کنن حمل و نقل طلا خوب کار سختی است، سنگین زیاد، نقره مخصوصا که خیلی سنگینه. اونا از ترس اینکه مبادا مجبور شن فرار کنن یا جنگ زده بشن، اونها هم این ترس توشون افتاد، شروع کردن طلاهای خودشون رو فروختن. اونم عامل دیگری شد که قیمت طلا اومد پایین. و بالاخره این بود که توی بازار شایع شد یک باره که آقای جورج سوروس اینوستور افسانه‌ای وال استریت طلاهای خودش رو فروخته. منتهای مراتب مردم یه خبر رو میشنوند و چون دسترسی به اطلاعات عمیق و دقیق و علمی ندارند صرفاً بر اساس یه شایعه‌ای که شنیدن میرن و شروع میکنن دست به اقداماتی میزنن که بعدن هم پشیمون میشن. ولی حالا ببینیم داستان آقای جورج سوروس چی بوده، آیا واقعا آقای جورج سوروس طلاهای خودش رو فروخته یا نه. در آمریکا مقررات سکیوریتی اکسچنج کمیشن از فاند منیجرها میخواد که هر کوارتری یک بار لیست خرید و فروش خودشون رو به SEC اعلام بکنن. آقای جورج سوروس هم که فاند خودشون رو دارن، زمینه ای رو که در همه زمینه ها و از جمله کارهایی که سر طلا کرده بود، یه فرمی هست بهش میگن فرم 13F
13F. بر اساس این فرم همه فاند منیجرها باید خرید و فروش های خودشون رو به SEC اطلاع بدن. این اطلاعاتی که راجع به اقدامات آقای جورج سوروس در اختیارتون میذاریم تماماً از همین فرم 13F گرفتیم که آقای جورج سوروس روز 15 می به دست SEC داده. ببینید چه کار کرده. آقای جورج سوروس بر اساس این اطلاعاتی که در اختیار سکیوریتی اکسچنج کمیشن گذاشته 525.2 میلیون دلار کال آپشن خریده روی سهام کمپانی‌های کوچکی که در کار طلا هستند. یک اینوستور افسانه‌ای مثل جورج سوروس حاضر نمیشه 525 میلیون دلار پول ببخشید یک دنیا عوض میخوام 25 نه همون 525 میلیون دلار پول بذاره تو سهام کمپانی های کوچک طلا اگر فکر نکنه که قرار سهام این کمپانی ها بره بالا و طلا گرونتر بشه. از اون طرف 32 میلیون دلار ایشون اومدن سرمایه گذاری کردن توی سهام معدن های انفرادی individual mines. در کنارش ایشون اومدن مقدار زیادی حدود 1.1 میلیون سهام یا شیر سهام فاند کمپانی هایی را خریدند که در کار سهام کمپانی های بزرگی هستند که در کار طلا و فلزات قیمتی هستند و جمعا که با هم حساب کردیم بر اساس اطلاعاتی که خود آقای جورج سوروس در اختیار SEC گذاشته ایشون تا همون 15 می که این گزارش دادن به SEC 70,400,000 دلار تا به اون زمان توی طلا سرمایه گذاری کرده بودن. غیر از اینها ایشون اومدن کال آپشن هم خریدن همونطور که گفتیم روی سهام همون کمپانی های کوچکی که در کار طلا هستن و تنها اتفاقی که افتاده در واقع از طرف آقای جورج سوروس این بوده که ایشون اومدن اون چیزی که بهش میگن پیپر گولد یعنی ETF ها را فروختن و ETF ها رو با فلزات واقعی با فیزیکال متال در واقع عوض کردن. ما بارها و بارها در طی سالیان گذشته خدمتون عرض کرده بودیم که ETF ها کاری که میکنن قیمت طلا رو دنبال میکنن ولی توی این ETF ها تو انباراشون و پشت دستشون طلا و نقره ای ندارن. در واقع اینها فقط قیمت رو دنبال میکنن و به صورت کاغذ و کاغذ بازی ETF ها میچرخن. و بازم خدمتون عرض کرده بودیم تا زمانی که اوضاع بحرانی نشده میشه با ETF ها کار کرد مخصوصا برای اقدامات کوتاه مدت، ولی اگه قصد دارید سرمایه گذاری کنید و بلند مدت فکر میکنید سراغ ETF نرید، برید سراغ خود فیزیکال متال یعنی طلا یا نقره را به صورت فیزیکالش مخصوصا به صورت سکه یا به صورت شمش و بار از این چیزا سعی کنید خریداری کنید. برای اینکه قبلا هم گفتیم در سال 2010 تو اروپا این اتفاق افتاد، بعد از بحران یونان قیمت طلا داشت تو بازار هر روز میرفت بالا ولی ETF های مخصوص طلا تو اروپا همگی کرش کردن و از بین رفتن مقدار زیادی. تو آمریکا هم این وضعیت هنوز پیش نیومده ولی حتما پیش خواهد اومد. در چند سال آینده در بحران های بزرگ پولی که پیدا خواهد شد تو سیستم پولی ETF ها ارزش خودشون رو از دست میدن، کرش میکنن و اون چیزی که قیمتش به طور جدی بالا خواهد رفت خود قیمت این فلزات به صورت فیزیکال خواهد بود که از بابت سرمایه گذاری اگه بهش نگاه میکنید هر حالتش که بگیرید خوب خواهد بود و هر شکلی که در سرمایه گذاری کنید به صورت فیزیکال چه شمش باشه چه بار باشه و چه سکه هر سه عالی خواهند بود، ولی بهترینش از نظر سرمایه گذاری سکه هست، در واقع کوین هستند. حالا البته اینکه چه کوین هایی باید انتخاب بشه چه ترکیباتی به کار بره اونها دیگه جزء تخصص های ویژه ایست که دفتر ما در این زمینه تبحر و تخصص خاصی داره و گلدن پورتفولیویی که ما داریم در واقع بر همین اساس تهیه و تنظیم میشه. و در ضمن به خاطر اینکه قیمت ها اومده پایین تو از یکی دو ماه گذشته به شدت قبلا صحبت از این میکردیم که این پورتفولیو در چند سال آینده بین 300 تا 350 درصد سود خالص بدون سر سوزنی ریسک خواهد داشت. الان چون قیمت ها اومده پایین دیگه صحبت از 400 تا 450 درصد سود خالص بدون سر سوزنی ریسک خواهد بود توی این پورتفولیو که اگر خواستید میتونید با ما تماس بگیرید تا اطلاعاتی بیشتر راجع به گلدن پورتفولیومون در اختیارتون بگذاریم.
چون داریم به آخر وقت میرسیم، کم کم بهتر است که این صحبت رو در همینجا کوتاه کنم. هفته آینده اطلاعاتی بیشتری در همین زمینه بازار طلا، اتفاقاتی که توش افتاد، چی شد، مخصوصا روز جمعه 12 آوریل، اون تعطیلی شنبه و یک شنبه ای که وسط راه بود چرا مهم بود، چه اتفاقاتی قرار بود روز دوشنبه 15 آوریل بیفته و تو این فاصله چه واکنشی از طرف اینوستورها و بازار و مردم در سطح جهانی در واقع بروز دادن از خودشون که باعث شد قیمت طلا به این شکل کاهش پیدا کنه. بازم البته جای تکرار است که شاید لازم نباشه که این کورکشن یا خونه تکونی که اتفاق افتاد امری 100% و کاملا طبیعی، هیچ بول مارکتی نیست، هیچ بول مارکتی تو تاریخ پیدا نمی کنید که در میانه راه کورکشن نداشته باشه. اگه خاطرتون باشه در بازار سهام در آمریکا یه بول مارکت باور نکردنی و محشری پیدا شد از سال 1982 تا سال 2000. ولی تو این فاصله ما چند تا کورکشن خیلی وحشتناک داشتیم. بدتر از همش اگه خاطرتون باشه سال 87 بود که یکی از بدترین روزها بود، روز دوشنبه 19 اکتبر سال 1987 که بازار سهام وحشتناک در یک روز سقوط کرد. بعد از اون دیگه همینطوری بگیری، سال 89 بود، 90 بود، 94 بود، 96 بود، 98 بود. در همه این سالها ما کورکشن داشتیم تو بازار سهام، توی استاک مارکت، ولی کلن خود بازار در واقع داشت دوران خوب و خوشش یا دوران بول مارکت خودش رو میگذرون. طلا هم این بول مارکتش که از سال 2001 شروع شده کماکان ادامه داره و ادامه هم خواهد داشت. الان فقط و فقط از نظر ما، باز تکرار میکنم، دیگرانی هستن نظر مخالف ما دارن، همونطور که اول برنامه و در هفته‌های گذشته گفتیم، قویاً هم بهتون توصیه میکنم حتما با همه دیدگاه ها و با همه نظرها آشنا بشید تا تصمیمی که میگیرید، چون این یکی از مهمترین تصمیم هایی خواهد بود که در زندگیتون خواهید گرفت. اگر همونطور هم که گفتم مسلماً یا صحبت اونها درسته یا صحبت ما، اگر صحبت ما درست باشه که ما کاملا معتقدیم نظر ما درسته و حتما طلا حداقل به اون 3000 دلار میرسه، این واقعا یکی از مهمترین تصمیم های اقتصادی و مربوط به سرمایه گذاری است که در زندگیتون خواهید گرفت. چون ارزیابی ما چنانچه درست از آب در بیاد، که مطمئن هستیم درست از آب خواهد در میاد، یکی از بهترین و موفق ترین سرمایه گذاری های همه زندگیتون رو کردید و خواهید کرد. بنابراین برای اینکه این صحبت ها سرانجامی پیدا کنه، هفته آینده برمیگردیم راجع به تمام این مسائل و اتفاقاتی که مخصوصا اون دو روز معروف جمعه 12 و دوشنبه 15 آوریل تو بازار افتاد حتما سر صحبت خواهیم کرد و اطلاعات تکمیلی رو بهتون میدیم که دیگه تمام اطلاعات داشته باشید و آماده تصمیم گیری جدی باشید برای زندگی خودتون. میدونیم که سوالات و مطالب دیگری هم هست، دوستان عزیز ایمیل میزنن و تلفن میکنن میخوان راجع بهش صحبت کنیم، مخصوصا سر بازار مستغلات و ریل استیت مایلین که برنامه داشته باشیم. بحث طلا که تموم شد، هفته آینده تا اونجا که بشه سعی میکنیم دیگه این صحبت رو هفته آینده تمومش کنیم. بعد از اون میریم سر بازار مستغلات صحبت خواهیم کرد، بازار ریل استیت در آمریکا که معتقدیم یک بار دیگه یک حباب دیگری در بازار ریال استیت درست شده تو آمریکا، منتها برخلاف سالهای 2003-2005 که اون وقت این حباب جنبه کشوری داشت، تقریبا همه آمریکا توش حباب درست شده بود، الان این حباب جنبه مقطعی داره، فقط تو بازارهای مشخصی این حباب پیدا شده، تو همه آمریکا پیدا نشده و هر حبابی هم هر جا هر وقت و در هر موردی پیدا بشه حتما خواهد ترکید. در این مورد هم حتما این اتفاق میفته و تو بازارهایی که به صورت حبابگونه قیمت ریل استیت رفته بالا، یک کرش بدجور دیگه سر راه در سالهای آینده خواهد بود. سر اون بازار و وضعیت بازار ریل استیت مفصل باهاتون صحبت خواهیم کرد و در ضمن یک خبر خیلی خوب و خوش هم داریم برای دوستانی که وامهای دانشجویی دارن. وام‌های دانشجو همونطور که میدونید جزء وام‌هایی هستن که تحت هیچ عنوانی کسی از دستش در نمیتونه بره. یعنی حتی اگر کسی اعلام بانکراپسی هم بکنه میتونه از دست بدهی‌های کریدیت کارت در بره، ولی از دست بدهی مربوط به وام‌های دانشجویی نمیتونه در بره. راهی پیدا شده بر اساس تحقیقاتی که کردیم که امید خیلی خیلی جدی پیدا شده که کسانی که وام‌های دانشجویی دارن بتونن به مقدار خیلی خیلی زیادی تا حدود 70-80% وام دانشجویی خودشون رو به طور قانونی بیارن پایین، که در برنامه‌های آینده سر این مطلب هم باهاتون حتما صحبت خواهیم کرد.
صحبت‌های این قسمت برنامه‌مون اینجا تمام میشه. یادآوری می‌کنیم که دفتر نبض بازارهای مالی تمامی خدمات مالی و اقتصادی را از مشاوره و راهنمایی بگیرید تا برنامه‌ریزی فینانشال پلنینگ به شیوه علمی و تحقیقاتی تا سرمایه‌گذاری برای کسانی که مایل هستند درآمدهای ثابت فیکست اینکام داشته باشند با تضمین‌های دولتی، تا کسانی که میخوان برای آینده فرزندانشون چه از نظر تحصیلی چه از نظر اینکه فرزندانشون دنبال شغل آزاد برن سرمایه‌گذاری بکنن، و کسانی که مایلن برای دوران بازنشستگی خودشون دست به سرمایه‌گذاری بزنن. اینها همه پورتفولیوهای مختلفی نبض بازارهای مالی داره که این پورتفولیوها هیچ کدومشون جنبه به اصطلاح سری دوزی مثل کارهایی که کمپانی‌های دیگه میکنن نیست، همه انحصاری، انفرادی و اختصاصی برای هر فرد و هر خانواده درست میشه و مدیریتش به عهده گرفته میشه. این کارا رو میکنیم. بیمه های مختلفی هست، از بیمه عمر گرفته تا بیمه از کار افتادگی دیسیبلیتی بگیرید و چیزهای دیگه. اینها همه رو دفتر نبض بازارهای مالی عرضه میکنه. لیست کاملش رو اگر خواستید میتونید به سایت ما برید. آدرس سایت ما هست pulseoffinancialmarkets.com. آدرس سایت رو صفحه تلویزیون میبینید. اونجا که برید میتونید سمت چپ صفحه لیست کامل این خدمات رو ببینید. هم از اونجا اگر هم خواستید، همونطور که گفتم تلفن دفتر ما رو دارید، 310-407-5300. هر روز هفته از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر میتونید با تلفن دفتر ما تماس بگیرید تا اطلاعات لازم را هم در این زمینه ها و هم اگر مایل به مشاوره، کانسالتیشن خواستید، برنامه‌ریزی خواستید، هر کاری خواستید در اختیارتون بذاریم. بازم تاکید میکنم لطفاً اگر در روزهای غیر اداری، شنبه یا شنبه روزهای تعطیل زنگ زدید، یا ساعت غیر اداری، یا به هر حال موقعی زنگ زدید که مستقیما نتونستیم با هم صحبت کنید، خواستید پیغام بذارید، محبت کنید خیلی شمرده و واضح. اول حتما تلفنتون رو بگید. بعضی از دوستان زنگ میزنن سوال میکنن، تلفنی هم نمیذارن، ما نمیدونیم چطوری باید باشون تماس بگیریم. به هر حال تلفن خودتون را حتی المقدور شمرده اول واضح و تا اونجایی که امکان داره براتون به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر کنید و به ویژه متذکر بشید که از چه شهری، از چه ایالتی زنگ میزنید که وقت رو بتونیم باهاتون تنظیم کنیم. سوالات و پیشنهادهایی هم دارید میتونید از طریق ایمیل ما با همون تماس بگیرید. ایمیل ما هم هستش info@pulseoffinancialmarkets.com. اگر لطف کنید آدرس ایمیل را، بله اینم آدرس ایمیل رو میبینید پایین صفحه، info@pulseoffinancialmarkets.com. و باز هم یادآوری میکنیم ما فقط و فقط و فقط به ایمیل های جواب میدیم که از ایمیل شخصی افراد ارسال بشه، به ایمیل هایی که از روی سایت زده بشه به هیچ وجه جواب نخواهیم داد. خبر و مطلب دیگری نیست. 2-3 دقیقه باقی مونده، میریم سراغ بخش پایانی برنامه امشب. خب به بخش پایانی برنامه رسیدیم. کلام آخر و آخرین کلام، چون این برنامه رو تو این تلویزیون تازه شروع کردیم، یک بار دیگه یادآوری می‌کنیم به طور زنده برنامه‌هامون سه شنبه شب از این کانال ساعت 8:30 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه. روزهای یک شنبه از همین کانال ساعت 5 بعد از ظهر همین برنامه تکرار میشه. روی شبکه جی ال ویز کانال 175 در برنامه‌های تلویزیونی ایرانیان فینانشال تایمز به مدیریت خانم آزیتا شیرازی هم میتونید برنامه های ما را پنجشنبه شب ها به طور ثابت روی جی ال ویز کانال 175 ساعت 6:30 بعد از ظهر ببینید. در طی هفته هم تو همین کانال جی ال ویز 175 چندین و چند بار تکرار میشه تا با وقت و ساعت و زندگی دوستان عزیزمون در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و خاورمیانه جور در بیاد. اگر نوع برنامه های و مطالبی که اینجا مطرح میشه مورد علاقتون هست، من تا به جای هفته یک بار مایلید هر روز در جریان این تحولات قرار بگیرید، میتونید رادیوی اینترنتی نبض بازارهای مالی را در سایت ما مشترک بشید. این رادیو جنبه سابسکرپشن و اشتراکی داره. هر روز هفته دوشنبه تا جمعه برنامه پخش میکنه. مطالبی که در اونجا مطرح میشه مطالبی است کاملا بکر، بدیع و نو که صرفا و انحصارا برای شنوندگان رادیو مطرح میشه و در تلویزیون از اونها صحبت نخواهیم کرد. بعد گلدن پورتفولیوی ماست، همون پورتفولیویی که در شرایط کنونی
اون ما کاری که میکنیم با کسب اطلاعات از بولیون بانک‌های لندن، اطلاعات عمیق و جالبی رو به قیمت‌های گرون البته در اختیار ما میذارن، اون پورتفولیو رو با اون اطلاعات سرهم میکنیم که حداقل در چند سال آینده 400 تا 450 درصد سود خالص بدون سرسوزنی ریسک خواهد داشت. یعنی هر 100 هزار دلاری رو میتونید به نزدیک 500-550 هزار دلار تبدیلش بکنید. یه پورتفولیوی معروف 600 میلیون دلاری داریم که با صرف مبالغ نسبتاً کمی در شرایط کنونی، اولی که این پورتفولیو شروع شد میشد با 10 هزار دلار این کارو کرد، الان کسی بخواد بره سراغش چون قیمتش گرونتر شده 34 هزار دلار پول میخواد، ولی پورتفولیویی است که به درد کسانی میخوره که اگر حاضر باشن تا آخر سال 2040 صبر بکنن 31 دسامبر 2040 به بیشتر از 600 میلیون دلار تبدیل خواهد شد. بعد پورتفولیوهای دیگه هم داریم با تضمین‌های دولتی برای کسانی که درآمد ثابت می‌خوان و وارنت‌های بانک هستن، چندین نمونه حالا بعد برنامه‌های بعدی برای دوستانی که تازه می برنامه آشنا شدن بیشتر توضیح میدیم که متضمن سودهای بسیار بسیار خوب در چند سال آینده خواهد بود. وقت برنامه امشبمون تموم شد، تا هفته آینده و برنامه و دیدار دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.